نمایندگان پارلمان بریتانیا از عقب نشینی روپرت مورداک از خرید شرکت رسانه‌ای بی اسکای بی اظهار رضایت کردند صاحب شرکت نیوز کورپوریشن که 39 درصد از سهام بی اسکای بی را نیز در اختیار دارد پیشنهادی 12 میلیون دلاری برای خرید باقی سهام این شرکت کرده بود که با مخالفت احزاب و سیاستمداران بریتانیا روبرو شد دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این تصمیمی درست است ما اکنون باید با تحقیقات پلیس و پرسجوی عمومی که من امروز آغاز کردم برای کشور تصمیمی درست بگیریم پس از رسوایی هفته نامه نیوز آفت ورد بر سر شنود مکالمات تلفنی نخست وزیر این کشور به دلیل استخدام یکی از مسئولان سابق این هفته مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است. ادملی بند رهبر حزب کارگر گفت این یک پیروزی برای مردم سراسر سر کشور است برای کسانی که از شنود تلفن وحشت کرده و کسانی که میپنداشتند باور کردنی نیست آقای مرداک سهم خود را در رسانه های بریتانیا افزایش دهد. روز گذشته و همزمان با جلسه کمیته ویژه پارلمان درباره رسوایی شرکت نیوز کورپوریشن و تصمیم صاحب آن برای خرید یک شرکت رسانه دیگر جمعی از شهروندان در مخالفت با این تصمیم آقای مرداک اقدام به برپایی تجمع کردند. خرید بی اسکای بی به فراموشی سپرده شد این یک شکست بزرگ برای امپراتوری روپرت مورداگ به شمار می آید اما مترزان تا زمانی که نتایج تحقیقی کامل از شیوه های غیر اخلاقی در روزنامه‌نگاری بریتانیا را به چشم نبینند راضی نخواهند بود روز بدی برای نیوز کورپوریشن است اما روزهای بدتری نیز می تواند پیش رو باشد علی یورو نیوز لندن